آرایش جناح‌های سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران که ثبت نام نامزدها از امروز آغاز شد، در حالی که حاکمیت جمهوری اسلامی سازوکار انتخاباتی خود را نمادی از مشروعیت مردمیش می‌داند، مخالفان نظام و بخش‌های سکولار و آزادی‌خواهان ایران با رد این ادعا می‌گویند سازوکار انتخاباتی نه بر مبنای ساختار مرسوم در دموکراسی‌های رایج جهان، بلکه بر اساس قواعد ایدئولوژیک و با هدف توجیه مشروعیت نظام انجام می‌شود. حاکمیت اگرچه همواره بر صحت سازوکار انتخابات خود تاکید کرده، اما هرگز اجازه حضور ناظران بین‌المللی برای دیدبانی و تایید سلامت انتخابات را هم نداده است، زیرا به خوبی می‌داند که اصول و شرایط انتخابات در یک جامعه آزاد در ایران وجود ندارد. در چنین فضایی بستر مناسب برای حذف شخصیت‌ها، احزاب مستقل و دستکاری در همان آرای هدایت شده نیز به سادگی می‌تواند فراهم شود. با این همه انتخابات ریاست جمهوری که رقابتی محدود میان جناح‌های حکومتی اصولگرا و اصلاح طلب تعبیر می‌شود، از اهمیتی قابل توجه برخوردار است. مسعود سفیری هستم، میزبان شما در برنامه افق نو روز سه‌شنبه 22 فروردین 11 آوریل ساعت 8 شب به وقت ایران و افغانستان و 8:30 دقیقه به وقت تاجیکستان. اما میهمانان امروز افق نو آقای حسن شریعت مداری فعال سیاسی که از آلمان به ما ملحق شدن و آقای رضا علیجانی فعال ملی مذهبی که از پاریس با ما هستند. با تشکر و عرض سلام به هر دو میهمان برنامه. آقای علیجانی اجازه بدین پرسش رو با شما آغاز بکنم. جناح اصولگرا یعنی دو جناح تعریف شده در چه شرایطی انتخاب به استقبال انتخابات میرن؟ با سلام خدمت شما آقای شریعت مداری و همه بینندگان عزیز، اجازه بدید بگم که چون فرمودین جناح‌های سیاسی، خیلی از جناح‌ها در انتخابات ایران به خاطر همون ساختاری که شما توضیح دادین نماینده ندارن، یعنی نیروهای غیر مذهبی، نیروهای ملی، نیروهای ملی مذهبی و اصلاح طلبان سبز، اینها خوب نماینده ندارن. ساختار قدرت هم در ایران دوگانه است، این رو هممون میدونیم. سیر حوادث هم به گونه ای است که به هر حال انتخاب دیگه بین اعتدالی و اصولگرا، حتی بین اصلاح طلب و اصولگرا نیست و اون بخش غیر انتخابی و بخش ولایی تأثیر میذاره از طریق نظارت استصوابی و با از طریق کنترل فضای سیاسی کشور بر بخش انتخابی. ولی علارغم همه اینها انتخابات در ایران تأثیر داره در زندگی روزمره مردم، اگر فاصله نامزدها تا حدی محسوس باشه، در حدی که تأثیر رو سیاست ها بذاره. با این مقدمه می شود گفت که این دو جناحی که به هر حال در کشور الان مطرح هستند، زیر سقف تحمل حکومت دارن فعالیت میکنن، جریان اعتدالی جریانی است که میخواهد دور دوم ریاست جمهوریش رو شروع بکنه، یعنی یک به هر حال سفره نیمه بازی داره، یه انشای نیمه نوشته‌ای داره و جریان محافظه‌کار و به ویژه محافظه‌کاران تندرو هم به هر حال یک پیشینه‌ای دارند. بنابراین پرونده هر دوشون برای مخاطبین و برای افکار عمومی تا حدی روشن هست، به جز آقای رئیسی که ظاهراً به عنوان یک چهره جدید وارد انتخابات کردن، که ایشون هم خب یک سابقه سیاهی داره، نوار آقای منتظری، این رو بیش از پیش به سطح افکار عمومی آورد. ولی مهمترین مشکل جریان اعتدالی این هست که از پرونده اقتصادیش بتونه دفاع بکنه، و مهمترین مشکل جریان محافظه‌کار جدا از گفتمانش که اساساً گفتمان نیست، که با بخش مهمی از افکار عمومی ایرانیان سازگار نیست، این که چطوری بتونه خودش رو سازماندهی بکنه، بتونه در برابر نماینده و کاندیدای ظاهراً واحد جریان مقابل مقابله بکنه و وارد کارزار رقابت‌های انتخاباتی بشه. ممنونم آقای علیجانی، حتما در ادامه برنامه در مورد آقای رئیسی از شما خواهیم پرسید نظرتون رو. آقای شریعت مداری بشنویم نظر شما رو، دو جناح رایج در آستانه انتخابات چه وضعیت و تناسبی دارن، چه وزنی دارن به تعبیری شاید؟ من هم به نوبه خودم به شما و آقای علیجانی و به همه بینندگان شما سلام عرض می کنم. بسیاری از مطالبی که آقای علیجانی گفتن صحیحه، با این تفصیل که نظام های اقتدارگرای رقابتی با وجود اینکه
یک انتخابات آزاد و منصفانه را برقرار نمی کنند، ولی اگر همین انتخابات نه فرمایشی و نه آزاد را درست برقرار کنند، نوعی گردش قدرت بین نخبگان حکومتی و خودی ها را تضمین می کنند و این باعث میشه که استکاک بین این جناح ها کمتر بشه، فاصله شون رادیکال نباشه، جنگ را ترجیح ندن و حذف هم دیگر رو به رقابت انتخاباتی و نوعی آرامش در جامعه تولید کنن. اما نظام انتخاباتی ایران مدت هاست در بحرانه و به جای گردش منظم و منطقی قدرت حداقل بین نخبگان که در بسیاری از تئوری‌های دموکراتیزاسیون این مطرح بود که وقتی چنین انتخاباتی باشه به تدریج میشه اینو توسعه داد به همه جامعه، به جای این جناح حاکم به سرکوب اصلاح طلبان و محدود کردن اعتدالگرایان هم پرداخته و چنان در انتخابات دست‌اندازی کرده و سناریوهای تهیه کرده، اعم از مهندسی انتخابات، تقلب در آرا، تقلب در شمارش آرا، که نظام انتخاباتی رو دچار بحران کرده و این نظام به جای اینکه آرامش تولید کنه دائما بحران تولید میکنه و از درون بحران چیزی عاید مردم نمیشه. یعنی انتخابات درسته که آقای علیجانی میگن در زندگی مردم تأثیر داره، ولی نظام انتخاباتی از اون رویکرد اولیه‌ای که در نظام‌های اقتدارگرای نوین خارج شده و امروز تأثیرش اینه که مردم رو بین بد و بدتر که یک سناریوی مندرسی است که چندین بار اجرا شده مخیر میکنه و بدون اینکه مردم ارادهشون در زندگانشون اثر بگذاره اونها رو به یک ماشین رأی تبدیل میکنه که هر آنچه را که اراده حاکمیته از درون صندوق اون رو در بیارن و بعد هم چنان وانمود میکنه که اینها پیروز شدن و رأیشون به کرسی نشست و اینا شادمانی میکنن با وجود اینکه آلت دست حکومت قرار گرفتن. بنابراین واقعا در زندگی مردم تأثیرش به تدریج داره منفی میشه و برخلاف همه ارزش‌های رایج یک اجتماع انسانی، نه فقط اجتماع دموکراتیک میشه. از اون طرف دیگه در این دوره معلوم نیست این دو قطبی فقط بمونه. آقای شهرت مداری، ما به بحث دو قطبی حتما خواهیم پرداخت. بله. اگر که فرصت بدیم به من ممنون میشم. عذرخواهی میکنم که حرفتون رو همون کلمتون رو قطع میکنم. آقای علی جانی، شما به دو نکته اساسی اشاره کردین. یکی بحث حذف شدگان و دیگری همین که در زندگی مردم تاثیر داره. اگر که انتخابات رو یک سبد رأی در نظر بگیریم، اون رأی حذف شدگان، جناحایی که حذف میشن و از حق شرکت در انتخابات محروم میشن، اون رأی در این سبد چگونه در واقع تعریف میشه، در خودشو نشون میده؟ بخشی از اون رأی خب قهر انتخاباتی میکنه و در انتخابات شرکت نمیکنه، ولی یه بخش مهمی از اون حذف شدگان و شاید بشود گفت بخش مهمی از مردم ایران با توجه به دشواری‌های زندگی که دارن، قضاوتشون این هست که تفاوت بین همین نخبگانی که امکان عبور از نظارت استصوابی رو دارن در زندگیشون محسوسه. ببینید دوره آقای خاتمی، سیاست خارجی کشور، مسائل اقتصادی، فضای فرهنگی، فضای سیاسی، حتی جلوه بین المللی کشور خب خیلی متفاوته با دوره آقای احمدی نژاد. حتی برای کسانی که مشارکت سیاسی، آزادی، دموکراسی، حقوق بشر هم حتی برایشون اولویت یک نیست، برای بخش قابل توجهی از مردمی که تحت فشار اقتصادی دارن زندگی میکنن، مقایسه قیمت‌ها در آغاز دوره 8 ساله آقای احمدی نژاد و آخر اون و اینکه به هر حال یک پرونده هسته‌ای ماجراجویانه وارد شورای امنیت شد، کشور رو به لبه پرتگاه برد، خب اینها در مقایسه با دولت بعدی که دولت آقای روحانی هست که خب ورژن بسیار ضعیف‌تری از دولت آقای خاتمی است، تا برای مردم مهمه. ما در منطقه زندگی میکنیم که خب منطقه ناامن نیست، در شرایطی است که ترامپ سر کار اومده. بازی با سیاست خارجی توسط کسانی که به هر حال تندرو هستن، این میتونه سرنوشت کل مردم بر سرنوشت کل مردم تاثیر بذاره. فساد مالی و اقتصادی و ناتوانی و به اصطلاح
سوء مدیریت و فساد و اختلاس و به هر حال بحث‌های کارشناسی نشده ای که به سرعت و با هر نشستی مثلا 100 مصوبه تصویب میشه در دولت احمدی نژاد، مردم اینها رو در واقع لمس کردن. با وجود که کارنامه دولت آقای روحانی هم قابل انتقاد هست، اما به هر حال قدم‌هایی در مسیر اصلاح سیاست خارجی، تعدیل برخی از سیاست‌های داخلی پیش برده. هرچند وضعیت تراژیکی است که به هر حال به عنوان یک فعال سیاسی این رو میگم که به جای اینکه بتوانن مردم و شهروندان ایران نامزدشون رو عوض بکنن، به کاندیدای بهتری رأی بدن، احزاب بتونن شرط و شروط بذارن برای حمایت مجدد از یک کاندیدا، به هر حال مجبورن وقتی که به هر حال حتی یه درشکه‌ای داره یه مسیر درستی رو میره ولی جرثقیلی داره مسیر برعکسی میخواد کل ملت و سرنوشت ملت رو بکشه به سمت نادرستی، به هر حال ترجیح بدن که این درشکه‌ای که مسیر درست رو میره هل بدن تا تسلیم جرثقیلی در حال مسیر خلاف جهت منافع ملی میخواد حرکت. آقای شریعت مداری، شما به این بحث بد و بدتر اشاره کردین در انتخاب، بنابراین در این شرایط فکر میکنید که با توجه به یک طیف گسترده‌ای که حذف میشن، بحث مشارکت چه مفهومی پیدا میکنه؟ بله، اجازه بدید اول نسبت به سوال قبلی شما مقداری توضیح بدم که آقای علی جانی هم دادم. ببینید، بین 15% تا 45-50% در انتخابات شرکت نکرده. 15% همیشه شرکت نکرده و این 35% باقی مانده بسته به این که اون بدتری رو که میخوان نشونشون بدن چقدر دلخور آفرین بوده به خاطر جلوگیری از آمدن این گزینه بدتر، بخشی از این سبد آراء جبهه امتناع در مقابل انتخابات فرمایشی که وجود داشته رو تونسته جذب کنه و به سبد طرف بد یا طرف بهتر، حالا از هر جانبی که نگاه کنیم، سرازیر بکنه و پخش بکنه. این کار همیشه ادامه داشته و مردم نتوانستن در عرض این مدت قدرت نه و ندادن رأی رو به عنوان یک آکت سیاسی، نه به عنوان تحریم کل انتخابات، به عنوان ندادن رأی به همون انتخاباتی که درش مهندسی داره میشه آزمایش کنند. همواره قدرت رأی خودشون رو آزمودن و دلخوش بودن به چیزهایی که آقای علیجانی میگن و با وجود اینکه نسبی صحیح بوده ولی هرگز عمیق نبوده. ما بحران روابط خارجیمون رو مقطعی حل کردیم، روپوشی بر اون پوشوندیم، ولی اون گروه سختجانی که در سوریه و یمن و اینور و اونور عمل میکرد و میخواست روابط رو واقعا به هم بزنه و با روسیه استوار کنه همیشه در کار بوده. اگر نیروی اتمی رو کنار گذاشته، موشک رو تقویت کرده. اگر از یک جایی دست کشیده، در یک جای دیگه تقویت شده. به خصوص در دموکراسی های لق و نیمه کاره و گفتمان محور مثل دوره آقای خاتمی ما ببینیم که سپاه به اوج اقتدار خودش رسید. ما از نداشتن یک رئیس جمهور مقتدر این ضرر رو داشتیم که اطلاعات موازی سپاه درست شد، سرکوب ها شروع شد، سپاه جان گرفت. در اقتصاد به قدری از دوره آقای خاتمی شروع به دخالت کرده که تا دوره آقای روحانی اغلب اقتصاد اکنون در دستشه، فساد گسترده شده. من با وجود اینکه هیچ کدام از اینهایی که انتخاب شدند و متکی به رأی مردم بودند نمیخواستند در این حد در فساد آلوده باشند و همکاری بکنند، جناح متقابل اونها رو تونسته در عمل انجام شده قرار بده، از ناتوانیشون استفاده کنه و امروز مملکت در این وضعه. سوال اساسی اینه که ادامه این سناریو چه فایده ای داره؟ ممنونم آقای شریعت مداری، میرسیم به ادامه این، بس من چند دقیقه بیشتر فرصت ندارم. آقای علیجانی، شما فکر میکنید که کدام جناح پتانسیل دو قطبی کردن انتخابات رو داره از طریق نامزدش؟ با توجه به اینکه به آقای رئیسی، ابراهیم رئیسی هم اشاره کردین و مایل بودین که در مورد سوابقش صحبت بکنید. ببینید، ورود آقای رئیسی انتخابات رو دو قطبی میکنه و اون سناریویی که آقای شریعت مداری نقدش میکنن رو به اوجش میرسونه. اگر
آقای شریعت مداری یا بنده فرق نمیکنه، راه حل بهتری و عملی تری داشته باشیم که در زندگی مردم مؤثر باشه. طبیعتا همه کسانی که ایران رو دوست دارن و سرنوشت مردم رو دوست دارن خب به سمت اون سناریو خواهند رفت، ولی تا موقعی که اون انرژی در متن جامعه ایران وجود نداره، به هر حال مردم بر اساس اون چیزی که گیدنز میگه منطق زندگی و منطق رهایی، به جای منطق رهایی که همه مسائل زندگیشون رو موکول بکنن به تغییرات اساسی در حکومت، هرچند به اون هم فکر میکنن، به تغییراتی که براشون مقدور هست فکر میکنن. آقای علیجانی اگر که تمرکزتون رو به هم نمیزنم، چرا حضور آقای رئیسی به تعبیر شما انتخابات رو دو قطبی میکنه؟ ببین آقای رئیسی شاید سمبل کشتار باشه، آیت کشتاره، به تعبیر بعضی دوستان آیت الله قتل عامه. ایشون روشش روش خشونت، روشش اعدام درمانیه، حالا این به لحاظ شخصیتش و اون خشونتی که داره، به لحاظ اجتماعی ایشون سمبل تهجره. ایشون پدر خانومشون سیاست هایی که تا حالا حمایت کردن، از ورود نیروی انتظامی در حجاب مردم، از به حال دست و پا قطع کردن و اینها، و ایشون هیچ تجربه و سابقه ای در این قسمت نداره. الان داره از امکانات و آستان قدس رضوی، یعنی از نذر و نذوراتی که مردم با همه عشق و علاقه شون دارن پرداخت میکنن، داره برای تبلیغات شخصیش استفاده میکنه. دیروز ایشون از امام علی صحبت میکنه، از اینکه امام علی به فقرا میرسید. امام علی ناشناس در خانه فقرا میرفت، نه اینکه عکاسش زودتر از خودش بره درون خونه سنگر بگیره که ایشون از در وارد میشه عکس تصویرشو بگیره. بنابراین آقای رئیسی به خاطر این نوع ریاکاری ها، به خاطر فساد گسترده‌ای که در خود آستان قدس وجود داره، به خاطر سوابق جنایتکارانه‌ای که به تعبیر آیت الله منتظری داشتن، اساساً جدا از همه مسائلی که تا اینجا گفتیم، یک چهره بسیار کریهی از جامعه ایران در افکار بین‌المللی ترسیم خواهند کرد. هرچند من میدونم ایشون رأی نخواهد آورد مگر به صورت غیر منتظره و رفتارهای به حال غیر معمول، اما اگر فرضاً ایشون بشه رئیس جمهور مملکتی رو که در کشورهای دیگه اساساً راهش ندن بر اساس شکایت هایی که خانواده های خوشی شدگان خواهند کرد، بنابراین یک چهره وقیح تری از ایران نسبت به دوره آقای احمدی نژاد در سطح بین المللی ترسیم خواهد شد. به گمان من این دو قطبی رو ورود آقای رئیسی و تیمی که دور ایشون جمع شده، تندروترین بخش های سیاسی، متحجرترین بخش های فرهنگی، تنش‌زاترین سیاست های بین المللی الان دوروبر آقای رئیسی جمع شدن و این میتونه انتخابات ایران رو برخلاف. ممنونم آقای علی جانی، ممنونم، سپاسگزارم. آقای علی جانی تعابیری به کار بردن در مورد آقای رئیسی. ما بارها اعلام کردیم که در برنامه افق نو که الزاماً نظر مهمانان نظر صدای آمریکا نیست، اما اجازه بدین آقای شریف مداری این پرسش رو از شما هم بکنم. آیا شما با این نظر موافقین که میتواند حضور یک نامزد خاص، فرقی نمیکنه از هر جناح، از این جناح یا اون جناح درون حکومتی، به تعبیری فضا رو دو قطبی بکنه؟ بله، به طور فرضی حتما میتونه، و اما اگر منطقا بخوایم حکم کنیم، فاصله آقای روحانی با رئیسی که در مورد قاتل بودنش و سیاهکار بودنش هیچ تردیدی نیست، به اندازه آقای خاتمی و آقای احمدی نژاد مثلا نیست. آقای روحانی در صدر دستگاه امنیتی کشور در کل دوران کشتار بوده، وزیر دادگستری رو کرده در حقیقت آقای پور محمدی که اون هم جز به همین سندیکای جنایت مدرسه حقانی بوده که به وسیله آقای مصباح و دوستانشون در همه ارکان مهم کشور پراکنده شدن و حمایت شدن و آقای خامنه ای هم از اونها تبری نکرده تا کنون، و بنابراین از لحاظ اخلاقی خیلی فرقی بین این دوتا نیست. از طرف دیگه اصلاح طلبان هم که در انتخابات مجلس خبرگان سه قاتل رو در انتخابات مجلس خبرگان توصیه کردند و کمک کردند به مجلس برن، در مقابل جنتی که دلشون خوش بود که جنتی به مجلس نره، جنتی هم به مجلس رفت و همین مجلس خبرگان بناست اینطوری که خودشون تبلیغ میکنن آقای رئیسی رو به رهبری برگزینه. از اون طرف دیگه در حقیقت امتیاز دیگه آقای روحانی این بود که در رابطه با غرب
یک روش منطقی داشته باشه و بتونه ایران و غرب رو معضلاتشون رو حل بکنه و برجام رو عملی کنه. این کار نه تنها شده با نشده با آمدن ترامپ، آقای روحانی سعی کرده برای نشون دادن مانور قدرتی به آقای پوتین و شرق نزدیک بشه و امروز روابط بسیار نزدیکی داره و قراردادهای زیادی با اونها منعقد کرده. در مورد نقش ایران در سوریه هم نه تنها هیچ انتقالی نداشته، بلکه خودش و وزیر خارجش کاملا در این جهت توجیه کردن کارهای نظامو. بنابراین من نمیدونم این فاصله کجاست، مگر تبلیغات اصلاح طلبان چنان خوب و حرفه‌ای باشه که از علارغم همه این فاکتای موجود این دو قطبی رو که به صرفشون هست بتونن ایجاد کنن. اینو باید مشاهده کرد. ممنونم آقای شریف‌مداری. آقای علیجانی، اگر این فضای دو قطبی شکل بگیره، فکر میکنید که کدوم جناح میتونه از این فضا بهره برداری بکنه؟ آیا جناحی که حذف شده هم به این فضای دو قطبی ملحق میشه؟ ببینید، از غذا اینجا جاییست که جناح حذف شده بیشتر میتونه صحبت بکنه. بخشی از انتقادات که آقای شریعت‌مداری میگن کاملا درسته. دوستان ما، بنده از صدای آقای منتظری، احمد آقای منتظری حمایت میکنیم. ورود اون افراد به لیست هم به گمان من خطای سیاسی و اخلاقی هست. اینها سر جاش درست. ولی یک پاسه کردن مثلا طیفی که از دوره، حتی دوره جنگ معتقد بوده اینها بخش اوغلای مجلس به اصطلاح بودن، میخواستن جنگ تمام بشه، با بخشای دیگه فکر نمیکنم تصویر خیلی واقع گرایانه از سیاست ایران باشه. پور محمدی هم جنایتکاره، ولی پور محمدی به عنوان یه وزیر دادگستری یه نقش داره که در خود سیستم. ممنونم آقای علیجانی، عذرخواهی میکنم که وقت برنامه به پایان رسیده. با تشکر از رضا علیجانی و آقای حسن شریعت‌مداری. اما نظر کاربران شبکه‌های اجتماعی، ما از شما سوال کردیم در فیسبوک که آیا شما با سیستم انتخاباتی در جمهوری اسلامی که همه مراحل آن توسط نهاد انتصابی شورای نگهبان هدایت می شود موافقین؟ 5% گزینه رو انتخاب کردند که موافقت رو و 95% پاسخ منفی دادن. اما برخی دیدگاه ها رو در شبکه‌های اجتماعی با شما مرور می‌کنیم. مسعود نادری نوشته سرتاپای جمهوری اسلامی 38 سال توهین به آزادگی ملت ایران زمین است. آقای بهزاد فرجپور معتقدند که ما از همان روز اول مخالف بودیم، با این وجود برای جمع‌آوری این مجموعه نیاز به چندین دستگاه بولدوزر داریم. ایشون به از طنز استفاده کردن برای بیان دیدگاه خودشون. اما کاربر دیگری برامون نوشتن، آقای دلیر امینی، حکایت رای دادن ما حکایت مزرعه حیوانات جورج اورول است. ما فقط یاد گرفته ایم که رای بدهیم. بیننده برنامه افق نو بودین. تا برنامه دیگر، ایام بکام، شب و روز بر شما خوش باد.